آزمون تو پروپورشن. در این بخش از آموزش میخوام شما را با آزمون تو پروپورشن آشنا کنم. ما از آزمون تو پروپورشن زمانی که داده های ما شامل دو دسته هست مثل رد و قبول استفاده میکنیم. از این آزمون برای تعیین اینکه آیا نسبت های جمعیت دو گروه متفاوت هست یا نه استفاده میکنیم. همچنین برای محاسبه یک گستر از مقادیری که احتمالاً شامل تفاوت بین نسبت‌های جمعیت هست استفاده میشه. در اینجا برای آشنایی بیشتر با این روش مثالی رو میارم. یک متصدی امور مالی دانشگاه نمونه دانشجویان فارغ التحصیل رو دریافت میکنه و میخواد بدونه کدوم دانشجویان مرد یا زن احتمالاً شغل تابستونی رو میگیرن. از میان 802 تا دانشجوی مرد نمونه گیری شد. از بین اونها 725 نفر شغل رو میگیره و 573 تا از 712 تا دانشجوی زن نمونه گیری شد که این تعداد یعنی 573 تا شغل رو دریافت میکنن. متصدی امور مالی یک آزمون تو پروپورشن رو برای تعیین این آزمون انجام میده. به عبارتی میخواد بدون که آیا نسبت های جمعیت دو گروه متفاوت هستن یا نه. برای انجام این آزمون وارد منوی استات میشیم، از Basic Statistics مورد Two Proportions رو انتخاب میکنیم. کادر محاوره مربوط به این آزمون به این شکل باز میشه. در اینجا در کادر سمت چپ اگر داده ما در ستونها داشته باشیم وارد میشه و برای ما مشخص میشه. در این قسمت هم دراف لیستی وجود داره که برای ما سه گزینه رو قرار داده که میگه هر دوی نمونه ها در یک ستون قرار داده بشن یا هر نمونه در ستون مخصوص به خودش قرار داده بشه و یا خلاصه از داده ها رو داشته باشیم. چون ما در اینجا داده ای نداریم که در پنجره ورکشیت خودمون نمایان بشه، بنابراین از این دراپ لیست گزینه سامرایز دیتا رو انتخاب میکنیم. با انتخاب این مورد برای ما دو کادر به این شکل نمایش داده میشه که تعداد رخدادها رو در اینجا میخواد که برای نمونه شماره 1 و نمونه شماره 2 در کادر مربوط به اونها وارد میشه و در قسمت number of trials تعداد آزمایش شده ها رو در اینجا ما وارد میکنیم. در سامپل 1 تعداد دانشجویی که شغل رو دریافت کردن و مربوط به مردها بود 725 بود که اون رو در اینجا وارد میکنم و تعداد آزمون درین شده ها که 802 مرد بود رو در این قسمت وارد میکنم. در نمونه شماره 2 که مربوط به خانم ها بود 573 رو وارد می کنم که تعداد کل موارد مورد آزمون 712 نفر خانم بودن و بعد اوکی می کنم تا تفسیرهای مربوط به این آزمون بر اساس آزمون تو پروپورشن برای ما در پنجره سیشن به این نف نمایش داده بشه که همونطوری که می بینیم در قسمت متد یا همون روش P1 رو برای نسبتی که زمانی که نمونه 1 رخ بده قرار میده و P2 رو برای زمانی که نسبت نمونه 2 باشه قرار میده که هر دو رخداد هستن و تفاوتشون هم P1 منهای P2 به این شکل نمایش داده میشه. قسمت بعد آمار توصیفی مربوط به این نمونه ها هستش که سامپل ها سامپل 1 و سامپل 2 هستن و N تعداد نفراتی که مورد آزمون قرار گرفتن، یعنی 802 نفر آقا و 712 نفر خانم بودن که تعداد کل هر نمونه هستش و قسمت Event که میبینیم به معنی رخداد، یعنی اینکه این میزان دریافت شدن رو برای ما مشخص کرده که از بین 802 مرد 725 تا انتخاب شدن و از 712 تا خانم 573 نفر برای دریافت شغل تابستونی انتخاب شدن. در قسمت سامپل P ما رخدادها رو داریم که برای ما این نسبت رو نشون میده که نسبت انتخاب شده به تعداد کل به چه نحوی هست و میبینیم که برای آقایون حدود 9 دهم و برای خانم ها هم حدود 8 دهم در اینجا مشخص میشه. قسمت بعد تخمین برای تفاوت ها هستش، Estimation for Differences، که میبینیم تفاوت ها به میزان 9 صدم رسیده، یعنی تفاوت سامپل 1 و سامپل 2 9 صدم هستش و 95% فاصله اطمینان برای تفاوت ها از 6 صدم تا 1 دهم در نظر گرفته شده که CI یعنی همون فاصله اطمینان بر پایه تقریب نرمال در اینجا اندازه گیری میشه. در قسمت تست هم که بر اساس اون ما میتونیم نتیجه گیری و نهایی رو داشته باشیم، داده ها به این شکل نمایش داده میشه که فرض اولیه ما این بود که تفاوت گروه P1 و P2 صفر باشه
و در قسمت روش می‌بینیم که اگر تقریب نرمال استفاده کنیم، زد ولیو که یک مقدار بحرانی هست عدد 5.47 رو نشون میده، ولی پی ولیو برای این روش 0 مشخص شده. از طرفی هم برای روش دقیق فیشرز ما پی ولی رو مقدار 0 داریم. خب با استفاده از اطلاعاتی که در این قسمت وارد شده مشخص میشه که فرض اولیه این بود که تفاوتی بین دانشجویان، یعنی نسبت دانشجویان زن و مرد که این شغل تابستونی دریافت میکنن وجود نداره و برابر 0. اما در اینجا ما پی ولیو رو میبینیم که برای هر دو روش که در اینجا مشخص شده مقدار 0 رو نتیجه گیری کرده که کمتر از سطح معنی داره 0.05 هستش و این کمتر بودن از پی ولیو نشون میده که فرض اولیه یعنی همون نال هایپوتزیس رد میشه. نتایجم نشون میده که یک تفاوتی بین نسبت دانشجویان مرد که شغل تابستونی رو گرفتن و نسبت دانشجویان زن که شغل تابستونی رو دریافت کردن وجود داره. این تفاوت رو هم میتونیم از قسمت فاصله اطمینان در اینجا ببینیم و همچنین تفاوتی که بین دو نمونه وجود داره حدود 0.1 ما میتونیم در نظر بگیریم. پس یک تفاوتی بین این دو نتیجه وجود داره و بنابراین فرض اولی نادرست بوده و فرضی که متصدی در اینجا بیان کرده مورد قبول قرار میگیره. در این بخش هم با روش استفاده از آزمون تو پروپورشن برای تخمین اینکه دو گروه ممکنه با هم تفاوت داشته باشن و نسبت این تفاوت‌ها به چه نحو هست آشنا شدیم.